نام آیندگی ایران. امروز جمعه یوم شهریور ماه سال 1403 خورشیدی برابر است با 20 دسامبر سال 2024 میلادی. با درود بر بینندگان و شنوندگان، برنامه بررسی رویدادها را از تلویزیون رنگی کمان آغاز میکنیم. برنامه را با گرد همایی های شکوهمند و متعددی که در شهرهای مختلف دنیا توسط هموطنهای ما به مناسبت دوروزگرد سالروز جان باختن مهسا امینی برگزار شد و واقعا این همدردی و همکاری و هم بستگی قابل تحسین. اونجا که من شدم آلمان، در سوئد، در بلژیک، در هلند، در انگلیس و در کشورهای مختلف کانادا و آمریکا، حتی اون سر دنیا در استرالیا و شهرهای مختلفش برگزار شد که اتفاقا به لسان نشان دهنده قدرت همبستگی ماست، نشان دهنده احساس همدردی ما نسبت به هموطنان داخل کشور هست. و هر حال مهسا شیرزنی بود، مصطفی قهرمان فرور کردستان. در کردستان شنیدم که به طور کلی تعطیل کامل انجام گرفت، تمام بازارها بسته شد، ادارات تعطیل شد و بسیار پرقدرت و باشکوه. ما برگردیم به اونچه در پاریس اتفاق افتاد که من متاسفانه به دلیل بیماری ناگهانی که برام پیش اومده و هنوز ادامه داره نتوانستم در این شافه من از این بابت از برگزار کنندگان پوزش میخوام. بسیار عالی بود. چند تا از نمایندگان پارلمان او فرانسه برای احساس همدردی در این گردهمایی شرکت کردند و سخنرانی کردند و سرانجام یک فرانسوی که مدتها در ایران بیجهت بدون دلیل در ایران زندانی بود و آزاد شده بود در این گردهمایی شرکت کرد و سخنرانی کرد. از این که نشان داد چقدر بی‌عدالتی در دستگاه های دولتی جمهوری اسلامی وجود داره، چقدر مهمان نوازی و همدوستی بین ایرانیان هست و تحسین کرد این مهمان نوازی و همدوستی رو و گفت حتی در زندان حاضر بودن غذای خودشون رو زندانیان دن به من و خود از خود خوردن غذا صرف نظر کنید. هر حال سخنرانی بسیاری جالبی بود و نشان دهنده یه روحیه اون حالت های اخلاقی ایرانیان که یکی از دوستان به ترجمه این فرانسه رو به فارسی ترجمه کرده و من خواهش میکنم که در پایان این برنامه این سخنرانی با ترجمه فارسیش گذاشتش. این هم نقاط مثبت گرد همایی پاریس بود، ولی نقاط منفی هم داشت. اگر فضولی هایی داشت، کاسته هایی هم داشت. و اونی که دهی هموطنان ما در فرانسه یا پاریس بومه
اصرار داشتند این روز که به مناسبت دومین سالگرد جان باختن مهسا انجام میشه و یک روز ملی است و متعلق به ایرانه، حتما عکس کسی که مورد توجهشون هست، رهبرشون هست، آورده بشه. که خب دید من هم درست نبود. وقتی ما میگیم جانم فدای ایران، نباید بگیم ایران فدای جانم. این نادرسته. ضمن این که نادرسته، تفرقه میندازه. و اینکه نشان بده چند هزار ایرانی شرکت کردن، اینو بخش بردو میکنه و کرد و این انتقاد به هموطنان ما وارده که فکر میکنن ایران فقط متعلق به آنها و رهبران آنهاست و هرچی رهبر اونها رو قرار نداره قبول نداره ایرانی نیست. پس که میلیون ها ایرانی ممکنه رهبری یک کسی رو قبول داشته باشن یا نداشته باشن. این تأثیری در عشق ایرانی بودن، عاشق ایران بودن نداره. و این طرد ایرانی ها به دلیل که رهبر ما رو نمیپذیرید نشاندهنده وضعیت خوبی برای آینده ایران نیست. طبیعتا مقابله میکنن، مقاومت میکنن متقابلا و این تضاد ایجاد میکنه و این تضاد همونطور که آرام اشاره کردم به سود برای جمهوری اسلامی. حتی یکی از سخنرانی های من این بود که اپوزیسیون خارج از کشور برای بقای جمهوری اسلامی با هم مبارزه میکنه. امیدوارم که در آینده این حالت ها صورت پیش نیاد. اگر کسانی هستند که معتقدن رهبری دارند و این رهبر را قبول دارند، روز جداگانه ای، روزی که همه ایرانی ها شرکت کنند، نه یه روز جداگانه ای تعیین کنند، به مناسبت تعیین کنند، روز تولد ایشون رو تعیین کنند و فقط زیر نام ایشون حرکت کنند و راه ببرند. سبی که تا یادم نرفته بگم اینه که نمیدونم چرا این علی خامنه‌ای تا این حد دروغگوه، تا این حد پسته، تا این حد بیشوره. نمیدونم چی بگم. دو سال پیش یعنی 2365 روز در یه سخنرانی وقتی دید مردم به دفاع از جاختن مهسا امینی بیگناه که بیگناه جان باخته بود تظاهر کرده، ظاهر شد در تلویزیون چرا عجله میکنی، چرا فرصت نمیدید دستگاه قضایی قضاشو بکنه و تصمیم بگیره. 2365 روز گذشته هنوز این دستگاه مشغول غذا خوردنه، هنوز نتونست این مسئله رو رسیدگی کنه. با هم میگفت چند روز صبر کنید، چند روز فرصت بدید، چند روز امان بدید. چرا این آدم اینقدر پسته؟ چرا این آدم دوگوه؟ این از کجا اومده؟ چجوری زاده شده؟ واقعا نمیدونم. ولی سخن دارم رو به ایرانیان داخل کشور، ایرانیان ایران، مردان دلاور ایران، دانشجویان ایران، کارگران زحمتکش، معلمانی که نسل آینده رو می‌سازند، پرستارانی که هر روز دارن از ایران می گریزن، و همه کامیونداران و دیگران. پیام هم اینه که تشکلات خودتون رو مهم کنید، نذارین دشمن نفوذ کنه
ولی همفکری داشته باشید، همکاری داشته باشید. بدونین این نظام رفتنیه، این نظام ماندنی نیست. اثری که ما ترتیب میکنه اون چیزیست که بعد از نظام در ایران حاکم ممکنه بشه. الان میبینیم بسیاری از سازمان ها تصور میکنن که در آینده جمهوری اسلامی قدرت رو به دست میگیرن و استبداد مذهبی میارن. طرفداران استالین که حالا طرفداران پوتین شدن، فکر میکنم بعد از سقوط نظام میتونن دیکتاتوری استالینی بیان. طرفداران سلطنت که فرق میکنن با طرفداران مشروطه، تصور میکنن این نظام سقوط میکنه، ما استبداد سلطنتی رو فقط مستقر خواهیم کرد. بنابراین آماده باشید تشکرات خودتون رو حفظ کنید که زمان این سقوط هم از برخوردار انتقام گیری ها جلو گیری کنید، یک بار شدید ایران رو حفظ کنید و مانع استقرار یک استبداد یا دیکتاتوری دیگر شوید. اما در مورد خارج از کشور در این 2 سال اخیر اتفاقاتی افتاده که به هر حال هم خطرناکه هم ممکنه که گسترش پیدا بکنه، و اونم اینه که گویا دستگاهی به نام پیجر یا پیجر که دستگاهی مثل رادیو در گذشتن ازش استفاده میشد برای پیام رسانی، این رو حزب الله لبنان خریداری کرده شود. از مؤسسه یا کارخونه که البته میگن جایگاهش در رومانی است ولی عملا وجود نداشته، ساخت تایوانه که کارخونه تایوان تایید نمیکنه. هر حال خودی در این جای گذاری شده که از راه دور میشه این کد رو منفجر کرد و همین کارم اسرائیل کرده، بنشه چون این فیجر یا همه رادیو ها در دست هر کسی بوده منفجر شده. نمیدونیم چند نفر کشته شده چون آمارا درست نیست، گفته میشه که حدود 40-50 نفر کشته شدن و 1500 نفر زخمی هستن که معلوم نیست چند نفر جان سالم به درد ببرن. حزب الله شیخ فضل الله یا در حقیقت شیخ فشم الله، او هم میگه ما موشک میفرستیم و فرستاده و اسرائیل هم گفته 100 تا از این موشک ها رو ما منفجر کردیم قبل از اینکه به خاک به شمال اسرائیل برسه، ولی به هر حال باعث تخلیه شهرک های شمال اسرائیل شده به خاطر ادامه این موشک فراکنی ها. از دید من تنها موردی که ارتش اسرائیل درست عمل کرد، ناجوان مردانه عمل نکرد، درست عمل کرد، همین کارش بود. ارتش اسرائیل برای مبارزه با حماس مردم بیگناه فلسطین رو کشت، بیش از 3000. برای زدن حزب الله لبنان رو میزنه، مردم بیگناه میزنه. این تنها موردیه که درست عمل کرده. تو با حزب الله یا عرفی حزب الله رو بزن، مردم بیگناه رو نزن برای نشان دهنده قدرت. ارتش اسرائیل قدرت سابق رو نداره، ارتش که 6 روزه مصر و اردن و سوریه رو وادار به تسلیم کرد نزدیک 10-11 ماه در جنگ فقط با حماس با مونده نمیدونه چه کنه. به همین دلیل برای جلوگیری از آبروریزی بیشتر مردم بیگناه رو میکشت. از دید من این تنها موردیه که درست عمل کرد. با حزب الله طرف حزب الله رو زد.
و مطلب بعدی هم مجددا برمیگردیم به گذرگاه زنگزور که من بارها توضیح دادم جنبه حیاتی داره، هم نظر اقتصادی، هم نظر سیاسی، هم نظر فرهنگی. برای ایران مرز ایران و ارمنستان رو تشکیل میده به عرض 40 کیلومتر فاصله تهران تا کرج، و متاسفانه به دلیل اینکه آرارات کوچک و ارسو که متعلق به ایران بود زمان رضاشاه، آتاتورک، مصطفی پاشا معروف به آتاتورک، از رضاشاه درخواست کرد که این خاک رو که 13 کیلومتر یا 15 کیلومتر فاصله میدان تجریش به میدان راهن، اینو به ترکیه واگذار. با وجود یادآوری هایی که افسرهای تحصیل کرده و سیاستمداران عاشق ایران تذکراتی که دادن، یادآوری هایی که کردن، رضاشاه با این جمله که ما به خاطر خاک نباید رابطمون با ترکیه، رابطه خوبمون رو هم بزنیم، این رو بخشید. و این دشواری شدیدی به وجود آمده. الان ترکیه با این 15 کیلومتر با نخشوان هممرز شده. آذربایجان که بعد از فروپاشی روسیه شوروی تشکیل شده دو بخش داره، یه بخش قره‌باغ به سمت دریای مازندران، یه بخش نخشوان به سمت ترکیه. و حالا آذربایجان میگه من میخوام نخشوان رو به قره‌باغ وصل کنم، و ترکیه هم پشتیبان این کاره، چون تصور میکنه با این گذرگاهی که ایجاد خواهد شد به دریای مازندران راه پیدا میکنه و طریق دریا به کشورهای آسیای میانه، احتمالا کشورهای ترک زبان. متاسفانه چین هم در این قضیه منافعی داره، منفعت داره، چون در حال مبارزه با هندوستانه. فکر میکنه اگر این راه به وجود بیاد هندوستان قادر و این مرز بین ایران و ارمنستان بسته بشه، هندوستان، خود ایران، هندوستان، سایر کشورها نمیتونن فراورده های صنعتی خودشون رو از بندر چابهار، از راه ریلی به شمال تهران، به شمال ایران، از شمال ایران داخل ارمنستان و از ارمنستان به گرجستان و دریای سیاه برسند. به این دلیل در رقابت که با هندوستان داره چین هم حالا مدافع شد. ولی از همه مسخره تر و خنده آورتر و جوک مانندتر موضع گیری پوتینه. پوتینی که برای تجاوزش در اوکراین از جمهوری اسلامی کمک گرفته، هنوز هم گفته میشه که موشک های بالستیک از ایران داره برای روسیه میره، طرفدار این راه شده، این گذرگاه شده که میدونه چه از زیان آوره برای ایران. البته ارمنستان نخست وزیرش حرف درستی میزنه، میگه این گذرگاه اگر به وجودم بیاد بایستی زیر کنترل ارمنستان باشه، برای اینکه در داخل خاک ارمنستان شرق و غرب ارمنستان رو به هم وصل میکنه، آذربایجان رو به هم وصل میکنه، ولی در داخل خاک ارمنستان. بنابراین ما باید کنترل کنیم و ما باید اداره کنیم. اما رئیس جمهور باکو به پشتیبانی ترکیه و این روزها پوتین میگه نه، این گذرگاه کنترلش هم باید زیر نظر باش، و این گذرگاه که میتونه نسبت به مرز ایران 40 کیلومتر بالاتر باشه میگه 5 کیلومتر،
یعنی عملا وقتی این 5 کیلومتر باقی بمونه مرز ایران و ارمنستان از بین میره. جمهوری اسلامی هم حرف منطقی داشت، نمیدونم چرا ارزه نداره پیگیری کنه. شما این گذرگاه چرا ارمنستان بره؟ من داخل خاک ایران بیاد بره. نخشوان رو به قره‌باغ باز کنه. چرا باید تو خاک ارمنستان باشه؟ چرا 5 کیلومتر بالاتر باشه؟ 6 کیلومتر یا پایینتر؟ ولی پوتین ناجوان مردانه داره از این گذرگاه دفاع میکنه و این که زیر نظر آذربایجان باشه. و جمهوری اسلامی هم تنها کاری که کرده میگه مبارزه راه سفارت خونه ها خواهیم کرد. حتی اینقدر ارزه نداره علی خامنی، واقعا ارزه نداره که آقا این موشک ها رو دیگه نفرستید. حالا که اون میگه نفرستید، این موشک هایی که فرستاده و باعث شده دنیای غرب و جهان آزاد بر ضد ما بسیج شدن، خب نفرسه. ولی آیا جرأت میکنه وقتی آدمی دست نشانده میشه با سیاست نگاه به شرق؟ خمینی حداقل دست کم میگفت نه شرقی نه غربی، یعنی ظاهرا میخواست که ما غربی نیستیم، در ضمن هم میگفت شرقی نیستیم. ولی نگاه به شرقش باعث شده که نوکری پوتین و چین رو پذیرفته و طبیعیه که پوتین هم به نوکرش اهمیت نمیده. ولی اینجا وظیفه ما ایرانی هاست که وارد میدان باید بشیم. ما ایرانیان داخل به ویژه ایرانیان خارج از کشور باید این متن و متن کوتاه رو به جامعه ایران مثل سایر جامعه های جهان، جامعه آزاد جهان، یورش پوتین رو به اوکراین محکوم میکنیم و معتقدیم که نیروهای پوتین باید هر چیز زودتر از کشور مستقل ایران خارج بشه. روی این مسئله نریم که نمیدونم رئیس جمهور کنونی اوکراین یه موقع هنرپیشه بوده، یه موقع فلان بوده. امروز منافع ماست، مردم ما. اگر علی خامنه‌ای جرأت نداره، اگر علی خامنه‌ای عرضه نداره، اگر علی خامنه‌ای فهم و شعور سیاسی نداره، مردم ایران دارن. همه هر روز مرتب به سفارتخانه کشورها، به رسانه های گروهی باید مرتب ما اینو بنویسیم که جامعه ایران یورش پوتین رو به اوکراین محکوم میکنه و اعتقاد داره که پوتین باید هر چه زودتر سربازهای خودش رو از کشور مستقل اوکراین خارج کنه. همینقدر که تونستم به خاطر عشق به هموطنانم که محبت دارم و به سخنان من با شکیبایی و بردباری گوش فرا میدن. L'Iran m'a conquis par sa culture, par l'enivrante poésie de sa langue, mais surtout par l'hospitalité de son peuple qui ne connaît pas l'égal. Une hospitalité qui n'a jamais failli, pas même en prison, où mes co-détenus m'ont toujours traité comme un invité d'honneur. À tous ceux qui ont pris des risques immenses pour faire parvenir un message à ma famille qu'ils ne savaient pas vivant ou mort. À tous ceux qui, lorsque nous avons connu la faim, ont voulu m'offrir leur ration. À tous ceux qui ont tenu à m'exprimer leur honte de me voir ainsi traité. À mes pères, mes oncles, mes frères, qui m'ont aidé à franchir tant d'épreuves épouvantables. Je tiens à ce que vous sachiez que le peuple iranien conservera pour toujours une place d'honneur dans mon cœur. Oui, j'étais en prison, mais ce fut un honneur immense que de vivre parmi vous, combattants de la liberté, qui avez partagé mes peines. Par votre sacrifice, vous m'avez enseigné l'humilité, et c'est avec un profond respect que je m'incline devant vous. Ainsi que le dit une formule persane, je ne suis que poussière à vos pieds.
Et si mon sort aura permis d'attirer l'attention sur votre lutte, alors me voilà heureux, car ces souffrances, les souffrances ne n'auront pas été vaines. Pour conclure, je souhaite adresser un message au petit génie de Sharif, mes illustres petits frères. Un jour, un grand jour, nous nous tiendrons tous trois allongés par un ciel sans cage pour contempler le ciel étoilé. Zan Zendegi Azadi.